همکارم سیامک قادری اینجا در استودیو همراه ما در همین ارتباط. سیامک، به نظر میرسه که شماری از گروه های سیاسی عملا دنبال روی مردم شدن و با توجه به اینکه مردم تمایلی برای شرکت در انتخابات ندارن، این تأثیر مردم بر گروه های سیاسی رو تو چطور میبینی؟ ببین، فراموش نکنیم که کما اینکه مردم ایران هم فراموش نکردن که چجوری در واقع بچه های مردم رو یا نزدیکان در واقع مردم رو در کف خیابونا کشتن در همین یکی دو ساله گذشته و با در واقع سبوییتی که دیگه در جهان کنونی بی نظیر هستش در واقع به خاک خون کشیدن. خب این قصه در واقع این خونریزی الان رسیده به جایی، یعنی این خونریزی مشروعیت سوز رسیده به فصل انتخابات و اینجا در واقع محل تلاقی دیدگاه‌های مختلفی هستش. یعنی این دیدگاه‌ها از سرنگونی طلب، از گذار طلب، از اصلاح طلب، حتی اصولگرایان، یعنی الان بخش‌هایی از اصولگرایان که کاندیداشون رد صلاحیت شدن اونا هم در واقع به این نتیجه رسیدن. و این تحریم انتخابات باید توجه کرد که داشت که اصلا ربطی به بیتوجهی به صندوق رأی نیست، یعنی این در واقع یک اکتیه که بر بستر این خشونت‌های حکومت و در واقع کارهای مشروعیت سوزی که حکومت انجام داده سوار شده و امروز به جایی رسیده که هم گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی برانداز و گذار طلب و اصلاح طلب و هم گروه‌های در واقع مدنی و گروه‌های در واقع اجتماعی که مطالبات خودشون رو در چارچوب جمهوری اسلامی قابل تحقق نمیدونن، همه رسیدن به اینجایی که امروز در واقع بدون اینی که گروه‌های سیاسی جلودارشون باشه، ما در دوره‌های قبلی گروه‌های سیاسی معمولاً قبل از انتخابات، چندین ماه قبل از انتخابات جهتگیری خودشون رو نشون میدادن. امروز در واقع این گروه‌ها به این نتیجه رسیدن که درون جامعه این در واقع پویش شکل گرفته و آمارهایی هم نشون میده این قضیه رو و نگرانی‌های حکومت هم نشون میده و در واقع دارن با مردم همراهی میکنن. یعنی در پاسخ به سوال شما، اتفاق جدیدیه به نظرم که گروه های سیاسی خودشونو در ادامه شعاری که قبلا میگفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، امروز در واقع دارن به مردم نزدیک میشن و این اتفاق خیلی خوبیه. سیامک، در بخشی از این بیانیه که من تو خبرها بهش اشاره کردم اومده که انتخابات و ظرفیت اون برای هر گونه تغییری از سوی مردم و گروه‌های مختلف سیاسی موضوعیتش رو از دست داده. تحلیل چیه؟ این چقدر واقعیه در واقع این نظر؟ ببین، خب واقعیه به خاطر اینی که ببین، ما دوتا بد نیستش که در واقع اشاره کنیم به همین دوتا نظرسنجی که یکی در واقع گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج، ولی نظرسنجی کاملا علمیه با یک دامنه آماری خیلی خوب، یعنی 5600 نفر در واقع در این نظرسنجی در جاهای مختلف شرکت کردن و گروه هایی که در واقع آماده رأی دادن هستن، یعنی در واقع برای رأی دادن میتونن اقدام کنن، واجد شرایطن در واقع برای رأی دادن، بنابراین دامنه انتخاب در واقع جامعه هدفشون هم درست بوده. نتایجی که از این نظرسنجی اومده بیرون، همین هولوش 70% در واقع نمیخوان رأی بدن. همزمان با همین توی در واقع سوالای این نظرسنجی این هستش که اگر یک رفراندومی در واقع برای نو جمهوری اسلامی باشه، ببین چون خیلی ها معتقدن که میگن در واقع که ممکنه جامعه نسبت به کنش سیاسی بیتفاوت باشه، ولی همینجا در واقع یک سوال هستش که پرسیده شده که اگر یک رفراندوم در واقع نو جمهوری اسلامی باشه چی؟ 76% یا یه همچی عددی، خیلی نزدیک به همین عدد، گفتن ما رأی به جمهوری اسلامی، نو جمهوری اسلامی میدیم. حالا اگر فرض رو بذاریم برای اینه که این گروه های مخالف هستش و اپوزیسیون هستش، ایسپا در واقع وابسته به جهاد دانشگاهی هم یک نظرسنجی کرده تو همین در واقع یک ماه مانده به انتخابات که البته الان خب 11 روز مونده دیگه، و اونها هم در واقع همین داده ها رو در آورده، از داخل کشور هم دقیقاً هم. یعنی این داده ها خیلی تفاوتی نداره. بنابراین ما میفهمیم که نبض جامعه ایران امروز رسیده به اینجایی که این خیمه شب‌بازی حکومتی در واقع جمهوری اسلامی رو که از انتخابات همیشه به عنوان در واقع یه نمایشی برای مشروعیت خودش استفاده میکنه رو
تبدیلش کنه به یک پله‌ای برای یک اقدام مشترک. اقدام مشترکی همه گروه‌های سیاسی، نهادهای معترض مدنی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی که مطالبات مختلفی دارن، همه رسیدن به این نقطه که باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. بنابراین این نکته خیلی مهمیه که در این بیانیه همگامی برای جمهوری خواهان هم در واقع داره بهش اشاره شده. ممنون از همکارم سیامک قادری که همراه